همیشه خوندن زندگی نامه افراد موثر میتونه الهام بخش افراد در مسیری که قدم برمیدارن باشه. مادام گرس به سبب نقش پررنگش در دنیای مد نامی آشنا برای علاقه‌مندان به این صنعت است. با ما همراه باشید تا با این بانوی تاثیرگذار آشنا شوید. به مدل آدن خوش اومدید. لطفاً دکمه سابسکرایب را بزنید و در قسمت نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. مادام گرس پیشگام حضور زنان در عرصه مد بود. اون اولین خانومی بود که کنترل یک خانه مد فرانسوی رو در آستانه قرن جدید به دست می گرفت. گرس با نام ژرمان کرز در سال 1903 در پاریس متولد شد. بعدها با نام آلیکس بارتون نیز شناخته شد. او در پاریس بزرگ شد و با آرزوی اینکه به مجسمه‌سازی بزرگ تبدیل بشه، به تحصیل نقاشی و مجسمه‌سازی پرداخت. اما بعد از روبرو شدن با مخالفت خانواده‌اش، مجبور شد به مد و فشن روی بیاره. مادام گرس در فشن از تکنیک‌های مجسمه‌سازی استفاده می‌کرد که منجر به خلاقیت‌های جدیدی شد. اولین شغل او در صنعت مد کلاهسازی بود، ولی بعد از مدتی در خانه مد پرمه به طراحی اوت کوتور پرداخت. سرانجام در سال 1932 خانه مد خود را با نام مزون آلیکس افتتاح کرد. بعد از مدتی نام مزون به سبب همکاری با جولیت بارتون به مزون آلیکس بارتون تغییر کرد. یک سال بعد این همکاری به بن‌بست رسید و نام مزون به اسم اولیه‌اش برگشت. گرس در خانه مدش سبک خاص خودش را در طراحی لباس‌های شب باشکوه خلق کرد. ابتدا با طراحی لباس‌های نمایشنامه ژان ژیرادوک به اسم جنگ ترووا انجام نمی‌شود مورد توجه قرار گرفت و به سرعت تبدیل به طراح برجسته آن روزها شد. به طوری که افراد مشهوری مانند دوشیش وینزور و گریس کلای از مشتریای دائمی او شدند. گریس آثار مجسمه‌وار خودش رو با استفاده از مانکن‌های زنده و طراحی دوخت مستقیم لباس در تن مدل‌ها خلق می‌کرد. همچنین اون در دستکاری پارچه و استفاده از ویژگی‌های ذاتی اون برای تقویت طرح‌های خود برتری داشت. اون در طراحی لباس‌هاش از الهه‌های یونان باستان الهام می‌گرفت و از پارچه‌های ابریشمی و تافته‌های کاغذی استفاده می‌کرد. گرس با یک آستین تکشانه و راسته ابریشمی شروع می‌کند، یک آستین بادکنکی عظیم که در مچ دست تعیین می‌شود و با یک کلقه علامت تجاری خودش را اضافه می‌کند. ترکیب حجم، نمایشنامه، مجسمه‌سازی و کلاسیک گرایی یک طرح چشمگیر ایجاد می‌کنه که حساسیت‌های طراحی گرس رو در دهه 1980 در بر می‌گیره. در سال 1942 و بعد از ازدواج و نقاش روس، گرس شروع به طراحی تحت اسم مادام گرس کرد که یک جزئی از اسم شوهرش بود. در طول جنگ جهانی دوم و بعد از ایجاد برچسب مادام گرس، نیروهای آلمانی به پاریس حمله کردند و به سرعت اون را اشغال کردند. نیروهای آلمانی در طول جنگ از مادام گرس خواستند تا لباس‌های کاملا کاربردی طراحی کند، که البته این طراحی کاملا با مفاهیم طراحی اون در تضاد بود. گرس از دستورات اونها سرپیچی کرد و به طراحی لباس‌هایی که نمایانگر رنگ پرچم فرانسه بود ادامه داد. در نهایت نیروهای آلمانی دستور دادند که خانه مد گرس بسته شود
و ادعا کردند که اون در زمان جنگ پارچه ها را هدر می داده. در سال 1944 گرس دوباره شروع به طراحی کرد و خانه مد دوم خودش را باز کرد و به نام فعلی خود مادام گرس بازگشت. در طول دهه 1940 مادام گرس شروع به ساخت و تکمیل استایل لباس خود کرد. لباس هایی که با الهام از الههای یونانی طراحی می شدند. تکمیل این لباس ها تا 300 ساعت طول می کشید و هر چین پارچه با دست انجام می شد تا فرم لباس را شکل بده. توجه سختگیرانه اون به جزئیات، بدن انسان و جلوه های مینیمالیست در هر یک از لباس های اون دیده می شه. در دهه 1950 گرس با استفاده از سنت های قومی کیمونو را به عنوان الهامی ساده تر و خطوطی خالص‌تر آزمایش کرد. علاوه بر این، گرس در طول دهه 1950 طرح‌های خودش را برای کت و شلوارهای زنانه ارائه داد. اما اونها به مرحله تولید نرسیدند و تمرکز طراحی گرس بیشتر بر روی لباس‌های فاخر اون باقی موند. در سال 1952 گرس عطر پرفروش خودش رو که به معنی سرسخت بود رو معرفی کرد. در دهه 70 گرس سبکی که امضای خودش بود، یعنی لباس‌های برشدار با تاکید بر فرم بدن رو دنبال کرد و طراحی خودش رو در خانه مد تا دهه 80 ادامه داد و در اواخر دهه 1980 از خانه مد گرس بازنشسته شد. آخرین لباس طراحی شده توسط مادام گرس لباسی بود که توسط جیوانسی در سال 1989 سفارش داده شد. بلافاصله بعد از بازنشستگی مادام گرس، خانه مد دچار افت شد. در سال 1984 خانه گرس توسط برنارد تاپی و سپس ژاک استرل خریداری شد. به دلیل پرداخت نشدن اجاره، دادخواست ورشکستگی صادر شد و دارایی‌های خانه منحل شد. خانه مد به یک شرکت ژاپنی در نهایت فروخته شد و در سال 1993 لوید کلاین را به عنوان طراح اصلی استخدام کردند. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. فراموش نکنید وارد کانال ما بشید، سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.